بسته اروپا که چند ماه صحبت اون در بینه همچنان در حاله ای از ابهام قرار داره. روحانی هم در مصاحبه تلویزیونی دیشب خودش نه تنها ابهامی رو در این رابطه رفع نکرد، بلکه گفت که حمایت اروپایی ها از برجام صرفاً سیاسی، یعنی حرف و وعده بوده و در بسته اونها چیزی از اون وعده ها نیست. اما قبل از پخش گزارشی در این رابطه خوبه به موضع‌گیری سناتور لینزی گراهام اشاره کنم که شب گذشته در مصاحبه با تلویزیون فاکس نیوز آمریکا در پیامی به اروپایی‌ها گفت: به اروپاییان میگویم شما باید در کنار مردم ایران بایستید و پشت ترامپ قرار گیرید تا قبل از اینکه خیلی دیر شود کمر این رژیم را بشکنید. شبی که آقای ترامپ فرمان خروج از برجام رو امضا کرد، جناب علی با مردم صحبت کردیم و به اروپایی ها مهلتی دادیم که در اون مهلت تعهداتی رو که آمریکایی ها در برجام داشتن و طبعا با خروج نمیتونستن انجام بدن، اونها جبران بکنن و به ما بگن که چجوری میخوان جبران بکنن. الان با گذشت این چند ماه، به جز بیانیه‌های سیاسی که اروپایی ها دادن، آیا تعهدات قابل قبولی از طرف اروپایی ها شما میبینید؟ رفتارشون به نظر شما قابل قبول بوده؟ از نظر سیاسی، از نظر سیاسی به نظر من سنگ تمام گذاشتن، یعنی موضع‌گیری کردن، حرف زدن، مقررات وضع کردن، به صراحت کار آمریکا رو غیر قابل قبول دونستن، نه تنها اونا، بقیه جهان هم به همین صورته. اما در مقام عمل خب اونا باید برنامه ریزی بکنن که چگونه میخوان این رو جبران بکنن. خب یه قدم هایی رو برداشتن در این زمینه. مشکل اونها شرکت هایی است که اونا ممکنه تحت فشار آمریکا تحت تأثیر این تحریم قرار بگیرن. بنابراین به نظر من ما هنوز منتظر اقدامات عملی اروپا هستیم. معنی حرف روحانی این است که تا آنجا که به حرف بدون ماده و حمایت لفظی برمیگردد، اروپا چیزی کم نگذاشته. اما وقتی پای ماده و پرداخت قیمت به میان میآید، اروپا تا به حال نم پس نداده است. اما در حالی که روحانی میگوید ما همچنان منتظر اقدامات اروپا هستیم، سخنگوی وزارت خارجه دولت او حرف دیگری میزند. با وجود نگاه مثبت به اقدامات اروپا برای حفظ برجام، اما سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد که دست روی دست نخواهیم گذاشت و صرفاً منتظر بسته پیشنهادی اروپا نمیمانیم. روزنامه رسالت 15 مرداد هم طی مقاله‌ای با عنوان بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا چه شد، همین موضوع را با اشاره به مهلتی که روحانی در اردیبهشت ماه برای پاسخ دادن اروپا عنوان کرده بود مطرح کرده و سکوت اروپا را عمدی و تعلل هدفمند خوانده و می نویسد: سکوت به اصلی ترین کلید واژه و به عبارت بهتر اصلی ترین تاکتیک مقامات اروپایی طی هفته های اخیر تبدیل شده است. پس از برگزاری نشست وزرای امور خارجه ایران و اعضای 4 به علاوه 1 در وین، مقامات اروپایی دیگر کمتر در خصوص برجام اروپایی سخن میگویند. مشابه سوال و جواب با روحانی در مصاحبه با تلویزیون رژیم را روزنامه سیاست روز در مصاحبه با تخت روانچی معاون سیاسی دفتر روحانی به عمل آورده است. سیاست روز 15 مرداد با اشاره به مهلتی که روحانی برای اروپایی ها تعیین کرده بود سوال می کند: مدت هاست خبر جدیدی از سرنوشت بسته اروپایی اطلاع رسانی نشده است. چه شد این بسته؟ تخت روانچی هم ضمن انواع آسمان و ریسمان به هم بافتن سعی می کند از پاسخ جدی تفره رفته و با طنز و شوخی از جواب به موضوع فرار کند و می گوید بسته هست، حالش هم خوب است.